بیننده بعدی از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید خواهر گرامی، بفرمایید. ببخشید واقعا سرین فرصت حرف بزنید. دارید با من صحبت میکنید، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. آقای انصاری، میخواستم ببینم این شبکه‌های شیعه و سنی چرا به جون هم دیگه افتادن؟ خواهر گرامی، در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید بفرمایید. این ببینید، ما سلطه‌ای نداریم بر شبکه‌های شیعه و سنی که به جان هم دیگه افتادن. ما مسئول حرفای خودمون هستیم در وصال حق. اگر انتقادی پیشنهادی بر ما دارید، ما با گوش جان میشنویم، بفرمایید. والا انتقاد و اینی که مثلا شما آخوندای رافضی، و البته فقط طرف صحبت من شما نیستید، با آقای قزوینی هم زنگ زدم حرف زدم، یعنی چی؟ اونا به شما توهین میکنن، شما به اونا توهین میکنید، ولی به قرآن زشته. یک نمونه چه دینی را انتخاب کنید؟ یک نمونه از توهین های ما رو بگید. آخوندای رافضی یعنی چی؟ امام زید ابن علی، امام زید ابن علی وقتی که پیشش آمدن گفتن که ای امام، تو در مورد ابو بکر و عمر چی میگی؟ گفت که دو امام عادل بودن، دو انسان خوب بودن. اینا شیعیان امام علی بودن. خب بعد از اون زید ابن علی به ایشون گفت که اینا دو امام عادل بودن. بعد این شیعیان اومدن بهش گفتن که اگر تو این عقیده رو داری، ما تو رو رفض میکنیم، یعنی تو رو رد میکنیم. بعد از اون ایشون برگشت بهشون گفت که اذهبوا فانتم رافضه، برید که شماها رافضی هستید. ما اسم رافضی رو نگذاشتیم، امام زید ابن علی این اسم رو گذاشته. چی بگم واقعا، ولی به خدا من خودم شرم میکنم. یعنی شماها اینجوری به جون هم دیگه افتادید، یهودی ها مسیح و دیگر ادیان نشستن دارم بریشمون میزنم. خواهر گرامی، خواهر گرامی، خواهر گرامی، من یک سوال از شما میپرسم. در طول عمر مبارکتون آیا شنیدید گاهی یک یهودی و نصرانی به همسر پیامبر ام المؤمنین عایشه صدیقه توهین کرده باشه؟ شنیدید؟ نه توهین، همین دیگه، من از توهین بدم میاد که زنگ زدم. خب خواهر گرامی، همین آقای قزوینی که شما بهش زنگ زدید میگه ما در مورد عایشه 52 تا سوال داریم که باید اهل سنت پاسخ بدن. از برای خدا خواهر گرامی، آیا ما در مورد ناموس محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باید اینگونه برخورد بکنیم؟ ما در مقابل این حرفای اینا چیکار کردیم؟ خواهر گرامی، ما در مورد این عرفای اینا اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم که الله در قرآن در مورد همسران پیامبر این رو فرموده، رسول الله صلی الله علیه وسلم این رو فرموده. آیا این توهین است؟ آیا منی که از محمد مصطفی، از ناموسش، از زنش دفاع بکنم توهینه؟ آقای انصاری، یکی هم شما چطور حضرت محمد رو میخواید و بچه هاشو نمیخواید؟ مثلا دخترشو نمیخواید، نوه هاشو دوست ندارید؟ خواهر گرامی میگم لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس بر کسی که سیدت النساء العالمین، سرور زنان جهانیان، یعنی در این دنیا و در اون دنیا سرور زنان اردو جهان فاطمه زهراست. این رو ما میگیم، نه شما. این عقیده ماست، این دین ماست، احادیث ما اینو گفته. حسن و حسین دو گل خوشبوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن. این رو دین ما گفته، احادیث ما گفته. ایمان ما کامل نمیشه اگر محبت به اهل بیت پیامبر نداشته باشیم. کی به شما گفته که ما دوست نداریم اینا رو؟ ما دوست داریم اما نمیپرستیم. خودمون شنیدیم که خود دروغ میگن اینا، فقط حضرت محمد رو میخوان. خواهر عزیز، دروغ میگن. ما شبکه‌های اهل سنت برای امین اومدن که به شماها بگن که بابا اینا دارن دروغ میگن. ما شما برید صحیح بخاری رو بخونید، ما باب فضائل اهل بیت داریم که از علی شروع میشه. همین انت منی به منزلت هارون من موسا، این حدیث شیعه نیست، این حدیث اهل سنته.
من چی بگم به شما وقتی شما به پای منبر آخون میشینید، از آخون میشنوید، یعنی عقلتون رو در اختیار یک آخون قرار میدید، بعد به ما میاد میگید که شما توهین میکنید. ما داریم از حق و حقیقت دفاع میکنیم. ما بارها تو این برنامه گفتیم و در برنامه های دیگه که خواهران برادران شیعه، ما برادران مسلمان شما هستیم، شما هم خواهران و برادران مسلمان ما هستین. ما با هم دیگه اختلاف نداریم. اختلاف در میان من و تو همین آخوند انداخته که داره به نوامیس واقعا آخوند انداختم. سال دوستی خوبه، وحدت یک پارچگی خوبه. یعنی چی این توهین به هم دیگه؟ یعنی چی موشک جوابی موشک؟ ولی به خدا ما هم خسته شدیم. الله متعال حفظتون کنه خواهر گرامی. تشکر از شما. ممنونم آقای انصاری. ببخشید دیگه مزاحمتون شدم. خیلی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم. سلامت تشکر. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. ما در مورد اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اینکه اهل بیت رسول الله از چه جایگاهی در دین مبین اسلام برخوردار هستند بارها صحبت کردیم در برنامه‌های مختلف. و اینکه ما نمیگیم که کسی بد ببینه اهل بیت رو، کسی که محبت نداشته باشه به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما اونو مسلمان نمیدانیم. اینکه بغض و کینه و عداوت داشته باشه این به دور. کسی که به یکی از اهل بیت توهین بکنه، اهانت بکنه، ما اونو مسلمان نمیدونیم. کسی که به اونها محبت نداشته باشه ما اونو مسلمان نمیدونیم. سبحان الله، آخون میاد میگه که اهل سنت به اهل بیت اهانت میکنن، اهل بیت رو دوست ندارن. ما از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، حسن و حسین، فاطمه زهرا، ام کلثوم، رقیه، دختران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، همسرانشون از خدیجه تا عایشه، همه و بقیه اهل بیت، نوه های اینها، امام زین العابدین. ما در مورد امام زین العابدین در یکی از برنامه من مفصل صحبت کردم. امام زین العابدین، امام سجاد، فقیه بزرگوار، عابد و زاهد اهل مدینه، شما از اهل بیت بهتون چی گفتن؟ شما رو به خدا به شما چی گفتن؟ حسین کشته شد، بزنید تو سرتون. قمه بزنید، حسین کشته شد. لعن ابوبکر و عمر و عثمان بفرستید که حسین کشته شد. آی حسین رو کشتن، آی حسین رو بردن، آی کربلا، آی عاشورا، آی زنجیرزنی، آی قمه زنی. شما رو به خدا خواهر گرامی غیر از عاشورا و عاشورا و لعن و نفرین چیز دیگری هم در مورد حسین بهتون گفتن؟ در مورد زندگی حسین، در مورد اخلاق حسین، در موردی که حسین در مدینه چگونه زندگی میکرد، در مورد ایمان و تقوای حسین، در مورد امام زین العابدین غیر از وقایع کربلا چیز دیگری به شما گفتن؟ به شما گفتن که در مدینه همه اهل سنت این اعتقاد رو دارن، همه تابعین این اعتقاد رو داشتن که ایشون سید و ساجدین بودن در زمان خودشون در مدینه، متقی ترین و پرهیزگارترین اهل مدینه بودن. از زندگی امام سجاد شما چی میدونید؟ آیا میدونید که وقتی که امام سجاد از دنیا رفتن 300-400 نفر از خانواده هایی که در فقرای مدینه بودن بی سرپرست شدن، چون که سرپرستی اونها رو امام سجاد میکرد؟ امام سجادی که بهش میگفتن که بخیل هست، پولش رو در راه خدا خرج نمیکنه، میدونید پولش رو چگونه خرج میکرد؟ نیمه های شب گونی بر میداشت، پر از غذا میکرد، در خونه فقرای مدینه میرفت به اونها کمک میکرد. روزی که ایشون رو غسل میدادن بعد از وفاتشون، دیدن که خطهای سیارنگی بر شانه مبارکشون هست، گفتن بپرسید از خانوادش که چی شده ایشون رو، کسی ایشون رو زده، شلاق زده، چی شده؟ همسرشون گفتن که ایشون نیمه های شب این اثر اون گونی هایی هست که کیسه هایی هست که به دوش میکشیدن به در خونه فقرای مدینه میبردن. چی میدانید شما از امام سجاد غیر از کهایی در کربلا بردن و اسیر کردن و کشتن و اینو زدن اونو زدن، غیر از به سر و کله زدن چی یاد دادن این آخوندا به شما؟ از زندگی علی، از عدالت علی، از برخورد علی، از اخلاق علی چی بهتون یاد دادن؟ چرا نمیگن در منابرشون، چرا نمیگن در صدا و سیما که علی روزها و شبها گرسنه زندگی میکرد؟ علی فقیر نبود، علی محتاج نبود. اگر علی میخواست میتونست که خزائن دنیا رو هم در زیر پای فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، سیدت النساء العالمین و فرزندانش رو خودش فرش بکنه. کل بیت المال مسلمین در دست علی بود.
چرا از زهد و تقوای علی صحبت نمی کنن؟ چرا همیشه از کینه علی با خلفا صحبت می کنن تا بین مسلمان ها اختلاف بندازن؟ چون اگر از زهد و تقوای علی صحبت بکنن، علی خودشون زیر سوال میره، علی خامنه ای زیر سوال میره، جنتی و این آخوندهای شکم گنده ای که مال ملت رو به جیب میزنن، اینا زیر سوال میرن. آیا از این اخلاق و برخورد علی با صحابه صحبت میکنن؟ چهار تا رافضی اومدن پیش حضرت علی گفتن ای علی، نظر در مورد عایشه و کسایی که با تو جنگیدن چیست؟ نظر در مورد معاویه کسایی که با تو جنگیدن چیست؟ فرمود اخواننا بغوا علینا، برادران ما بودن که بر علی ما بغاوت کردن. گفتن که اونا مگه مشرک نبودن؟ گفت نه، از شرک فرار کردن. گفت مگر منافق نبودن؟ گفتن منافقین الله رو ذکر نمی کنن مگر اندک. اینها برادران ما بودن که بر علی ما بغاوت کرده بودن. از زندگی حسن و حسین که در لشکرهای مسلمان ها و همچنین سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در جهاد شرکت میکردن در دوران خلفا مگر بهتون گفتن؟ شما از علی، فرزندان علی، از اهل بیت کی رو میشناسید؟ حسن، حسین، حسن، حسین، علی، حسن، حسین. آیا میشناسید که حضرت علی فرزندی داشت به نام عمر؟ فرزندی داشت به نام عثمان؟ آیا میشناسید که برادران حسن که در کربلا باش بودن یکیش عمر بود؟ آیا خبر دارید که اهل بیت دخترانشون رو عایشه اسم گذاشته بودن؟ نمیگن به شما. چرا نمیگن که در کربلا ابوبکر ابن علی شهید شد، عثمان ابن علی شهید شد، عمر ابن علی زخمی شد و به روایت شهید شد؟ چون که سوال براتون ایجاد میشه، چطور علی با عمر دشمن بوده اسم پسرش رو عمر گذاشته؟ عایشه با اهل بیت دشمن بوده، چطور اهل بیت اسم دخترشون رو عایشه گذاشتن؟ بهتون گفتن که حضرت علی ام کلثوم دخترش که از بطن فاطمه زهرا بود رو به ازدواج عمر در آورده؟ چرا اینا رو بهتون بگن؟ چون که اینا وحدت میاره، چون که اینا کینه ها و عداوت ها رو از بین میبره. ای در گوش شما خواندن که صحابه به سر کله هم دیگه زدن، اهل بیت با صحابه جنگیدن، صحابه در خانه فاطمه رو شکستن، پهلوش رو شکستن، این کردن اون کردن. واقعیت ها رو نمیگن به شما.